خدا رو شکر. فراز هستم. حالا عزیزان خیلی زیبا من معرفی کردن، احتیاجی نیست که معرفی بکنم، ولی چون تعهدی دارم از کلیسای پادشاه، سلام همه عزیزانی که در کلیسای پادشاه در واقع در کشور انگلستان بولتون گریتر منچستر هست، برای شما بزرگواران دارم. خیلی دوست داشتن که اینجا می اومدم، به طور مخصوص خانم من دلارا خیلی دوست داره که بیاد اینجا و بیشتر با شما عزیزان آشنا بشه، و امیدوار هستیم به فیض خدا بتونیم کنفرانس ریوایوول یا همون احیا رو امسال در شهر هامبورگ برگزار بکنیم. با بله آمین. با تمام دل بتونیم با کشیشان این کلیسا، خواهر نسرین عزیز، برادرم آلبرت که واقعا افتخار میکنم بهشون و احساس میکنم که واقعا توی خانواده جسمانیه، خودم جسمانی میگید دیگه نه؟ نه اون خانواده جسمانی جسمانی یعنی واقعا برادر خواهر خونی تنی، افتخار میکنم. و خدا رو شکر شما اینقدر کلیسای مبارکی هستید، چقدر زیبا خدا رو پرستش میکنید. من خواهری که بغل هستم بود گفتم خداوند یعنی میشه اینجوری هم پرستید؟ و همه شما چقدر اشتیاق دارید، چقدر تشنه هستید و چقدر این کلیسا واقعا به پرستش خدا اهمیت میده. این مشخص از نوع سرود خوندنتون، از نوع پرستشتون و اینکه کلیسای شما تجهیز شده به خادمینی که سرود مینویسن، ترجمه میکنن، اینقدر به پرستش اهمیت میدن. این به نظرم یکی از دلایل مهم رشد هر کلیساست. خدا رو شکر. من این چند روز با پاستور آلبرت عزیز وقتی تایم داشتم، وقت میذاشتیم، داشتم شهادتی از کلیسای پادشاه میدادم و گفتم روح القدس کارش عجیبه و دائما من رفته بودم. ما یک کلیسا هستیم، ببخشید من باید توضیح بدم هر جا میرم، یک کلیسا هستیم اما 5 تا شعبه داریم و کلیسای کینگز چرچ پرشین کمپسی هستش، یکی از کمپس های این کلیسا هست که فارسیه و من و دلارا خانمم شبانان این بردی کلیسای پادشاه هستیم در کمپس پرشین. من به عنوان شبان پرشین گاهی اوقات میام کلیسای مثلا کمپس دیگه هم رو موعظه میکنم و شبانان انگلیسی میان کمپس ما، و یکی از این شبانان رفته بود مسافرت، پاستور جف، و من رو قرار بود که برم کلیسای عزیزان موعظه بکنم و شبان کمپس بولتونمون انگلیسی اومده بود کلیسای پرشین. خلاصه پیش در پیچ، ولی نکته که جالب بود، ما بدونیم که با هم هماهنگ باشیم، پیغامی که من اونجا بردم پاستور آدم تو کلیسای ما آورد و داشتم این داستان رو تعریف میکردم برای پاستور آلبرت، گفتم این اتفاقی چقدر روح القدس واقعا هدایت میکنه و این اتفاق میفته. گفت موضوع چی بود؟ گفتم سامری نیکو. گفت منم همین هفته میخواستم موعظه کنم سامری نیکو. و جالب اینه که خدا در آلمان، در انگلیس، در آمریکا، در هر جای دنیا که باشی، وقتی که هدایتی بده میخواد کلیسا جامعه خودش رو برکت بده. و الان روزهایی هستیم که واقعا خداوند بیشتر از هر زمان دیگه میخواد کلیساش گوشش باز باشه، صدای او رو بشنوه. آمین. به همین دلیل برای آلبرت گفت من میخواستم هفته پیش بیارم، میشه اون پیغامت رو اینجا بیاری؟ گفتم با تمام دل حتما. اینه که اگر که آماده هستید با هم باب 10 انجیل لوقا رو باز بکنیم و از روی کلام قرائت بکنیم. من آرش جان، من واقعا ممنون میشم اگه بیای اینجا و اون صدای زیبات با یه دست براش بزنید. بفرمایید. از کجا بخونم؟ از اینجا تا انجیل لوقا باب 10 آیات 25 تا 37. روزی یکی از فقیهان برخاست تا با این پرسش عیسی را بیازماید: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟ عیسی در جواب گفت: در تورات چه نوشته شده است و از آن چه می‌فهمیم؟ پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فکر خود محبت نما و همسایه‌ات را همچون خیشتن محبت کن. عیسی گفت: پاسخ درست دادی،
این را به جای آور که حیات خواهی داشت. اما او برای تبرئه خود از عیسی پرسید: ولی همسایه من کیست؟ عیسی در پاسخ چنین گفت: مردی از اورشلیم به اریها می رفت، در راه به دست راهزنان افتاد، آنها او را لخت کرده کتک زدند و نیمه جان رهایش کردند و رفتند. از قضا کاهنی از همان راه می گذشت، اما چون چشمش به آن مرد افتاد راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. شخصی لاوی نیز از آنجا می گذشت، او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. اما مسافری سامری چون به آنجا رسید و آن مرد را دید دلش بر حال او سوخت، پس نزد او رفت، بر زخمهایش شراب ریخت و روغن مالید و آنها را بست. سپس او را بر الاغ خود گذاشت و به کاروان سرای برد و از او پرستاری کرد. روز بعد دو دینار به صاحب کاروان سرا داد و گفت: از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرچ کردی چون برگردم به تو خواهم داد. حال به نظر تو کدام یک از ستن همسایه مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟ پاسخ داد: آن که به او ترحم کرد. عیسی به او گفت: برو و تو نیز چنین کن. ستایش بر تو ای خداوند. آمین. باور داریم این کلام الهام خداست، باور داریم این کلام اینسپریشن خداوند بر ما وحی نکرده، وحی مطلق، بلکه الهام فرموده. و همین دلیل باور داریم اگر که درست تعویل بشه، درست تعبیر بشه، یک تفسیر مناسب در امروز زندگی ما میتونیم ازش برداشت بکنیم. ولی نکته جالب اینه که عیسی در مورد مثالی میزنه. اولا خب همه شما این داستان رو میدونید، شخصی که اومده بود عیسی رو اونجا گیر بندازه. دائما عیسی چالشش با آدما اینه، گاهی اوقات نمیدونم شما ولی من خیلی، مردم چیزی رو که میخوام به شما بگن به شما نمیگن، چیزی رو مطرح میکنن که شما وقتی جواب اون رو میدید اون بتونه اون چیزی که میخواد رو درک بکنه. ما معمولا انسان ها آدم های پیچیده هستیم، هیچ وقت شاید موضوعات رو راحت باز نکنیم، یعنی بگیم چرا این مطرح شد، چرا دارم اینو میگم. اما انگیزه این شخص بعد از اینکه این باب رو میخونیم برای ما باز میشه. این شخص اومده عیسی رو به چالش بکشه، عیسی رو به چالش بکشه و بگه چطوری میتونم حیات جاودان رو داشته باشم. جالبه عیسی همیشه بهشون میگه که فکر کنید ببینید که در شریعت چی میفهمید. دیروز ما خیلی سمینار پربرکتی داشتیم با برادران، این داستان هوهو. الان ما علی پرست نیستیم، نمیدونم علی اللهی هم نیستیم. این داستان از یک زمینه آیریش میاد که وقتی برای اینکه مردها میخواستن همدیگر رو تقویت بکنن، کنار همدیگه میستادن و با این صدا بیشتر پاهاشون رو زمین میکوبیدن و میذاشتن که برای قدمی که میخوام بردارن، حالا جنگ بوده هر چیز دیگه، از ایمان هم، از صدای هم تقویت بشن. ما 300 رو دیروز صحبت میکردیم که 300 نفر در واقع آماده شدن از بین 32,000 نفر آدم که قرار بود بجنگن، خدا مبقی رو فرستاد، فقط 300 نفر رو نگه داشت. این 300 نفر تقریبا همین کار رو انجام دادن. کلام خدا میگه فریاد کشیدن، نه با سلاح، نه با هیچ چیز دیگه، با یه کوزه های سفالی و با دست دیگه کرنا و آتش، نه، و با این های صدای بلند کردن، فریاد کشیدن زمانی که خدا گفت. و برای سمینار مردم بود. یکی از خواهرها کنار من نشسته، خواهر مریم به من گفت که این یعنی چی؟ گفت میخواییم ما خانما هوهو کنیم ببینید که ما تسلیمیم. ولی گاهی اوقات احتیاج داریم در هم موقعیتی که هستیم صدای ایمان بشنویم و همدیگر رو بنا بکنیم. جایی که ایمان نیست جای صدای ایمان باشیم، کلام ایمان بگیم، به ایمان زندگی بکنیم نه به دیدار. این شخص به سراغ عیسی آمده و میگه چی کار کنم حیات جاودان بیابم. عیسی میگه تو شریعت چی میگه؟ خودت چی فکر میکنی؟ و خداوند خدا خود رو با تمام دل محبت کنه. اینا گفت خیلی خوب، پس اون چه که گفتی برو انجام بده. یعنی جواب رو بهش داد، ولی این فقیه راضی نشد. و به خاطر این که دوباره عیسی رو به چالش بکشه و خودش رو تبرئه بکنه، از عیسی پرسید: اما همسایه من کیست؟ جیگر. عیسی گفت واسه جیگری بد نشون بدم الان. خیلی من دوست دارم جوابای عیسی رو. عیسی گفت باشه،
داستان که میدونید شخصی رد میشد و اوریان روی زمین افتاده بود. در خاورمیانه مردم از نوع پوشششون مشخص میشه که از کدوم اینو تبار هست، از چه قومیتی هستن. ولی جالب اینه که عیسی میگه اون شخص اوریان بر زمین افتاده بود، زیرا که دزدان اومدن و اون رو زدن و هرچه داشت بردن. احتمالا مقاومت هم میکرده، به همین دلیل به شدت در حال مرگ افتاده بوده. داستانی که عیسی تعریف میکنه یعنی هویت ملی اون شخص رو مشخص نمیکنه. این شخص اوریان روی زمین افتاده است. مهم نیست ایرانی، انگلیسی، آمریکایی، آلمانی، کجاییه، اما این شخص روی زمین دردمند افتاده. و میگه کاهنی همونجا رد میشد. کاهن که میدونید همون پریست، بالاترین مقام مذهبی رو در بین یهود داشت. یه کاهنی از اونجا رد میشد و وقتی او رو دید راه خودش رو کش کرد، به جای دیگه ای رفت. این راه اسمش چی بود؟ بهش میگفتن جاده اریها، که معذرت میخوام 27 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت. و یهودی ها از اونجایی که با سامری ها مراوده نمی کردند، سامری ها رو میدونید کجا بودن؟ با سامری ها مراوده نمی کردند، به همین دلیل به خاطر اینکه خیلی بد میرفتن دور میزدن برای اینکه از سامری عبور نکنند، از جاده اریها عبور میکردن. جاده ای که خطرناک بود، باریک بود و توش راهزن زیاد داشت. سامری ها کیا بودن؟ سامری ها اشخاصی بودن که 500 سال قبل از میلاد مسیح تولید شدن. اینا اشخاصی بودن که با غیر یهودی ها ازدواج، یهودی بودن، پیشینشون یهودی بود، اما با غیر یهودی ها ازدواج کردن و بعد از اون محصلش این شد که یهودی ها دیگه با اینا مشکل داشتن. و ضمن این که سامری ها به کتاب تورات فقط باور داشتن، یا تناخ، یا فقط همون 5 کتاب اول کتاب مقدس، و به بقیه اعتقاد نداشتن و بر این باور بودن که ما لازم نیست به اورشلیم بیاییم. خب کاهنی اونجا رد میشه، از کنار زخمای اون میگذره برای اینکه از سامره عبور نکنه. اینقدر موضوع مهمه. شما تصور بکنید عیسی داره این داستان رو تعریف میکنه و کسایی که جلوش نشستن یهودی هستن و دارن داستان عیسی رو گوش میکنن و پاسخ یک شخص رو داره عیسی میده که او رو به چالش کشیده. و عیسی نه تنها اون شخص، بلکه همه کسانی که اونجا هستن رو با این مثال به چالش داره میکشه. شما چی فکر میکنید؟ شخصی زخمی هست، کاهن میاد کنارش رد میشه. کاهن به دو دلیل از کنارش رد میشه. دلیل اول، کلام مثالی که عیسی میزنه میگه تا سرحد مرگ زدنش و اون شخص انگار مرده بوده چون تحرکی نداشته. کاهن به دو دلیل بهش دست نزد. یک، اگر که اون مرده بود کاهن نجس میشد و تا دو هفته نمیتونست کارهای مذهبی خودش رو انجام بده. حتی درآمد برای خانهش قطع میشد به خاطر اینکه از ده یکی که اونا به خدا میدادن ده یک برمیداشت و چون نجس بود نمیتونست این کارو بکنه. خطر دوم این بود که اگر که برای اون میستاد، ممکن بود راهزنا به اون هم حمله بکنن. خب خیلی منطقی بود. ایشالله دفعه بعد خدمت میرسم. کی فیلم Lost of the Land رو دیده؟ ندید نه؟ خب باش من رو توی قسمت شو میگم. داستان اینه که یه دایناسوری میخواد با یکی بجنگه، فیلم کمدیه، و این شخصی که اینجا هست داره در مقابلش آماده میشه و بجنگه. دوستی که کنارشه میگه من تا آخر عمر کنار تو هستم، تو رو محافظت میکنم. اون خوشحال میشه که الان دو نفری قراره با این دایناسور بجنگن. خب البته این سری نه، از این به بعد. کجا هست تو زندگیمون جایی که وارد عمل باید بشین؟ از الان، از این به بعد، از اینجا به بعد در خدمت تو خواهم بود. کاهن ازش رد شد. بعد از اون لاوی از مسیر میاد. لاوی طبیعتاً از مقام پایین‌تری برخوردار بود و اون درگیریایی که کاهنداشو نداشت و طبیعتاً اون میتونست این کارو بکنه. ولی میبینیم که لاوی هم از کنارش خیلی راحت عبور کرد و
برای او نایستاد. با من هستید؟ ولی عیسی از قهرمانی مثال میزنه که سامریه. شما لحظه ای که عیسی میگه، اما سامری از اون مکان میگذشت، وقتی صحبت از کاهن کرد گفت خب خدا رو شکر، در داستانی که عیسی داره تعریف میکنه یه کاهن به میان آمد، پس حتما اونجا این مرد ایمان، این مرد خدا زانو میزنه و میبینه داستان عیسی اینه که کاهن از کنارش گذشت. لاوی چی؟ حتما امیدمون به لاوی باشه. شاید عیسی میخواد بگه لاوی این کارو کرد، اما لاوی هم این کارو نمیکنه و صحبت از کی میکنه؟ سامری. به شما بگم سامری هم اذیت میکردن یهودی ها رو. یکی از کارهایی که میکردن، لاوی میتونست این کاری اینو بگم بعد برم، لاوی میتونست به اون شخص دست بزنه، چون اونم کار شریعت رو انجام میداد، ولی باز هم به خاطر اینکه نجس نشه این کار رو نکرد. یکی از دلایلش اینه. اما سامری شخصی بود که اون هم به شریعت پایبند بود. شریعت در پنج کتاب اول بود. پس اگر اون مرده بود سامری هم نجس میشد بهش دست بزنه. ولی یه کارهای عجیبی میکردن سامری ها. یک بار در تاریخ در واقع جنگاشون با همون جدال میگیم نه؟ با یهودی ها اومده بودن استخونهای مرده ها رو ریخته بودن تو صحن معبد در رفته بودن. خب پس ببینید چه نفرتی بود، چه نفرتی در دل یهودی ها بود وقتی اسم سامری می اومد. زن سامری ها رو تو میاد کنار چای سوخار، چطور تو که یهودی هستی از من که سامری هستم آب میخواهی؟ داستان اینه که جنگ زیادی بینشون هست، ولی عیسی میگه او در کنار او ایستاد و خم شد و بر روی زخمای او روغن و شراب مالید. روی زخمای او روغن و شراب مالید و بعد با خودش برد. با خودش میبره، حرکت میکنه و میبره به کاروانسرا و اونجا میمونه. فردا صبح پولی رو هم آماده میکنه به کاروانسرا میده، اگه بیشتر هزینه درمان این شد من پرداخت خواهم کرد. شما تصور بکنید وقتی مخاطبای عیسی دارن داستان میشنون قیافشون چجوریه؟ کاهن، لاوی، سامری. من دوست دارم در این قسمت صحبت بکنم، چون فهم میکنم پیغامی که خدا هر جا میرم داره منو به کار میبره براش که اعلام بکنم. ایران ما در کشور شرایط کشور ما شرایط خوبی نیست. فهم میکنم جزو اولین کسایی بودم که ویدیو گذاشتم و فراخوان دادم که عزیزانی که در کلیسا هستید بیاد کنار مردم بایستید. حجمهای زیادی به من وارد شد، ولی I don't care که بقیه چی فکر بکنن در مورد من، و مهم اینه که از عیسی چه فهمی دارم و از من چی میخواد. مردم ما زخمی هستن، روی زمین افتادن، من که مسیحی هستم، من که سیاسی نیستم. عزیزان، عیسی مسیح سیاسی ترین فرد روی کره خاکی بود. بگید آمین. نترسید، ما همه با هم هستیم. عزیزان لغزش نمیخورید من اینو در بیارم؟ متشکرم. حتی کلیسا شما دیگه عادت کرده به این موضوع، هر بار اومده کتمو در آوردم. ببخشید. متشکرم. پروژکتورهای شما خیلی خوبه. با من هستید؟ عیسی مسیح سیاسی ترین فردی بود که رو کره خاکی زندگی میکرد. چون وقتی که میگه زنا نکن، در مقابل تفکر اشتباه جامعه ایستاده. به برادرت اگه حتی احمق بگی، در مقابل تفکر یک جامعه میسته. مهم این نیست که بقیه شما رو چی فکر میکنن. ما دیروز تو جدعون اینو دیدیم که اصلا مهم نیست حجمه افراد، مردم چی میگن. 22,000 نفر خدا بزید که اگه کرکی بیترسه بره. 22,000 نفر گفتن بای بای، ما رفتیم. معمولا سخت اینجور مواقع نظر خدا رو بپرسیم، چون خدا گفت بگو اگه میترسه بره. نمیریم سراغ خدا، از خدا سوال بپرسیم.
شما چی فکر میکنید؟ شما چی میفهمید از کتاب مقدس؟ شخصی که دردمنده، امروز سوال من از شما اینه، همسایه من کیست؟ همسایه من و شما کیست؟ چه کسی هست امروز که زخمی هست، دردمند هست؟ میدونیم کارهای سیاسی رو بسپریم به احزاب سیاسی. من پیغام گذاشتم برای مردم، عزیزانی که تو منچستر بودن، گفتم من عنوان شبان ایرانی دارم به شما میگم، به این دلایل من میخوام برم امروز در تظاهرات شرکت بکنم. فحاشی نخواهم کرد، شور شوار مرگ بر فلانجا نخواهم داد، بلکه میستم و بتونم اعتراضی باشم برای ظلمی که داره وارد میشه. مرسی خواهر نسرین. بیستیم وقتی کسی زخمی هست. به شما دارم میگم، تصور کنید یه نفر با کلت، یه دقیقه میه برادر گلم، این اعضای کلیسای شماست دیگه، نه یه عمری برای شما پر تو گروه پرستش زحمت کشیده، اسمش چیه؟ کاوش. کاوش تو قبلا بیشتر میخندیدی عزیزه دارم. ها حساب کنید من الان به عنوان یه دوز قیافم هم شبیه الان. خب باید که من گفت تنها چیزی که شبیه نیست نیکی شبان باشی، گفتم دقیقا. اومدم توی کلیسا، دور از جونش یه کلت هم گوشتم اینجا، دارم رد میشم. میدونید چیه؟ من نگران نخواهم بود، چون شما مسیحی ها خودتون درگیر نخواهید کرد، براش در دعا خواهید بود. مرسی عزیزم. توی بانک وقتی دزد اومد و داشت بانک رو تخلیه میکرد، بهش بگو خیالت راحت باشه، من مسیحی هستم. از کلام چی میفهمیم؟ در ذهنمون میگیم خب انجیل اولین چیز، هدیه‌ای که به مردم میدیم انجیله. اولین جایی که باز میکنه انجیل متی، بابا کی بود، مامان کی بود، میره جلو جلو میرسه به موعظه سر کوه، هر آن که در چپ تو زند راست و پیشکش کن. پس تصورش از پاستر آلبرت چیه؟ به عنوان مرد خدا، به عنوان شخصی که نمونه است توی کلیسا، الگو هست و قومو داره هدایت میکنه، میگه خب اگر یک روزی بعد آلبرت در یک چالش اینجوری قرار بگیره، حتما روی خودشو برمیگردونه. شما از کلام اینو میفهمید؟ بعد آلبرت اول فکر میکنه موضوع چیه؟ از اونجایی که من میشناسم بعد آلبرت دومی خودش زده. جیانم میگه با شاهد بودید نبود، ولی من به شما دارم میگم اگه این کار با من امتحان کنی من دومی خودم زدم بهتون. من اینجوری میفهمم. چرا مردم باید ظلم بکنن؟ فروتنی و محبت و افتادگی شبان کلیسای شما بر همگان آشکاره. ایشون فردی نامیست، همه میشناسنش. ولی سوال اینجاست، آیا هر کی اومد یقه ما رو گرفت و زور گفت؟ یقه منو گرفته داره منو میندازه توی کوره آتش، به نام عیسی برای دعا میکنم خداوند ترحم، خداوند به تو قول میدم اون لحظه که خودت توی این شرایط هستی چشاشو از جا در میاری، بعدم توبه میکنی خداوند منو بر من رحم کن که من خشممو کنترل کنم. نه، ما با الهیات درست میتونیم تصمیمات درست بگیریم، بینش درست داشته باشیم. مردم توی شرایط دارن درد میکشن، سختی میکشن. برای من مهم نیست اون ایدئولوژی بغلسی من چیه، شاهنشاهی خواهه، نمیدونم پهلوی خواهه، نمیدونم شاهی خواهه. امروز آخه داشتیم میگو باقا من شاهی هم، گفتم منم نرگس هستم. و یا اینکه اصلا منافقه، یا اینکه هر من دلیل نداره که من بخوام اونا رو صحبت بکنم. اما یک چیز برای من مهمه که کناره شخصی که زخمی هست بیستم. به چیزی به شما بگم، میخواید ناراحت شید نشید، من دعا نمیکنم رژیم عوض شه، من دعا میکنم در کشورم آزادی بیاد. دعا نمیکنم کشورم، گاورمنتش، دولتش مسیحی باشه. دعا میکنم هر گونه مذهب و عقیده و تفکر آزاد بشه.
چون هر موقع قدرت وارد کلیسا شد، کلیسا درش فساد اومد. هر موقع، موقعی که کنستانتین ایمان آورد، آرشیت میاد، کنستانتین ایمان آورد، کلیسا در واتیکان قدرت گرفت. دوره وحشتناک کلیسایی که نمیتونیم مخفیش کنیم. قدرت، گورنمنت، دولت، این کلیسا بگه خب دولت پشتمه. قدرت کلیسا روح القدسه، نه دولت. ما دولت شهرمون رو داریم کاور میکنیم، ساپورتش میکنیم، حمایتش میکنیم. چقدر شنیدم کلیسا آلفا اومگا، ما خیلی روحیاتمون شبیه هم. من افتخار میکنم به این کلیسا. حداقل اون چیزی که من میفهمم، میبینم خیلی چند قدم جلوتر عزیزان، اون چیزی که من دارم فکر میکنم دارن حرکت میکنن. این مرد و زن رو دنبال کنید و اطاعت بکنید. این دست داره براشون. سامری روی زمین افتاده و ما به این فکر بکنیم که بیستیم، اگه عکسمو بردارن چی؟ اگه فردا خدا شاهده به چند داد بچه های کلیسای ما مادن بامپیچی بودن، مثلا نمیشه اختبی عضو کلیسای بازون وسطه گفته بخش شما آخه بچه ها گفته بودم اینا هم اومدن. نصف اون جمعیت بچه های کلیسای ما بود، من خبر نداشتم. بعد به من زنگ زدن، بعد فراز عکسیت نمیدم فلان تو نمیدم ناو تیوی، چه میدم ناو تیوی مناتو داره پخش شده برای حرف ها. همین دیروز آمدم اینجا گوه دیدم تو تظاهرات رفته بودی، گفتم این همه ویدیو از کلیسای پادشاه پخش شد ندیدید اون تظاهرات رو دیدید. سامری ممکنه شما رو باور نداشته باشن، ممکنه حتی توی غرب شما یک سامری باشید. شما که نمیتونید دیدگاه یک ملت رو عوض کنید نسبت به خودتون، که اونا در مورد شما چجوری فکر کنن. این بزرگترین دردیه که ما ازش باید آزاد بشیم. تصویر خودتون رو در ذهن مردم کنترل کنید. نه من اون آدم نیستم. خوبه تو برن اوچو چو. امروز مثلا پای یه سگه میشکنه بعد تو ایران همین همونی بود که با زنگور برا میزد. چرا؟ چون من میخوام جوری باشم دیگران منو به گونه ای ببینن که مورد پسند جامعه است. هنوز من دارم پرسیکیوشن و جفا رو توی خونه خودم به همسر و بچه‌ام تحمیل میکنم، بعد بیرون از خونه هللویا هنوز همسر من یک بار از من نشنیده I love you، من دوستت دارم. زشته اینجا جلو همه جمع کن، خودتو جمع کن. این دلارا هر وقت من این کار رو میکنم رسوا میکنه منو. خواه نسرین برای من توی گروه مترجمین اصلا ربطی نداره، یه گروه داریم توی کلیسا اینا کارش مترجمه است. بعد زدم که عزیزان زده یه مطلبی رو دلارا جان گذاشته بود، من اونجا نوشتم چش پستر، یعنی هرچی گفتی در جام خواهد شد. بعد ایشون نوشته زیرش I love you pastor. حالا این مترجمی که دارن این تکسای ما رو میخونه، بعد منم زدم اوپس، چند تا فاصله گشتم گفتم love you too. زنگ زد گفت اگه جرأت داری صدات رو ریکورد کن بذار اون تو بگو I love you. باور میکنید تا شب آخ اصلا این کار کردم. و یه برادری هم هست اون گروه مترجمی از ادبیات خوبی برخورداره، اون وقتی به فارسی ترجمه میشه اون زحمت در واقع ویراستاریشو میکنه. گفتم حالا خدا میدونه این در مورد بعد چی فکر میکنه، به مهم نیست مردم چی فکر کنن. کجا هست که دریغ میکنیم؟ کجا هست که یک نفر بچه من نشسته به من نگاه میکنه که کی من میرسم خونه، و وقتی من میرسم خونه اول با سگمون آروم کنم.
گفتم بابا ببخشید دقیقه صبر کن. بابا من که گاز میگیره اگه توجه نکنم. یک سگ نیاز داره به توجه من چون کمتر میفهمه. بچه های من صبر میکنن که این آروم شه. یه تریت میکنم دهنش. بابا بی تو بغل. سامول میاد تو بغلم. سوفیا میاد رو کولم. دلارو رو هم میبوسم جلوی بچه هام. اتفاقا از لباش کسی لغزش نمیخوره؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. عادت داری؟ پرفیکت. آفری، من همین رو دیگه عاشقشونم. خیلی عالیه. چون نیازی اونجا هست. شما تعهدی داری، همسایه تو کیست؟ من به شما دارم میگم اول از خونه شروع کن. چند وقته بچت باش وقت نذاشتی، بازی نکردی؟ باور میکنید وقتی باشون وقت میذارید، حرف میزنید، اونا هم میفهمن دنیای شما چیه. اونا هم درک میکنن که شما چی دارید میگی. نمیگی اینجا دست به میز نزن، نخور. اونا هم با تو همکاری خواهند کرد چون فهم پیدا میکنه، از خط فکری شما با خبر میشه و اون سعی میکنه خودشو با شما تنظیم بکنه. بچه ها خیلی میفهمن. به شما دارم میگم هر کی فکر میکنه بچه ها نمیفهمن، خودش نمیفهمه. بچه ها از 2 سالگی میتونن مطالب فلسفی درک بکنن. از 2 سالگی ما تعلیم الهیاتی میدیم توسط ابزارهای فلسفی و منطق. خیلی که از کیسا گیر میافتن. سموئیل بالاشش رو گهگاهی میذاره جلوی من خوابیدم رو تخیرم میاد جلوی من، پاشم میذاره رو پاش، نما تسلیس با من صحبت میکنه. سوالایی که میپرسه من با لغتهایی باید بگم که اون بفهمه. سخت‌ترین کار اینه برام. ولی بچه خودش میتونه فکر کنه، تصمیم بگیره، تشخیص بده. قدرت تشخیص داره، قدرت تصمیم گیری داره. چقدر به نیازهای خانه میرسیم. سامری شاید دنبال کسی هستی بیرون از خانت خدمتش کنی، ولی بچه تو تشنه است. نه تشنه ایکس باکسی براش بخری، اون خودتو میخواد. بابای من مهندس راه ساختمان بود، میرفت سفر، میومد، هر بار میومد یه ماشین کنترلی میخرید. بچه بودم، همسایه‌ام یه ماشین کنترلی داشت بدون سیم. به بابا میگفتم بابا من یه ماشین کنترلی بدون سیم میخوام. این میرفت هر 6 ماه یه بار برمیگشت. من اون 6 ماه منتظر بودم وقتی برمیگرده یه کنترلی بدون سیم. باز میکردن دوباره یه سیم داره دیگه خریده و دنبالش میدویدم. نیاز من ماشین کنترلی نیست. من 6 ماه پدر نداشتم در سال. پدر من نمیدونست من چند سالمه. نمیدونست کلاس چند دومه. کجا هست که ماشین کنترلی میخرید به جایی که حضورتون رو بدید؟ کجایی هست که شکلات میخرید به جایی که حضورتون رو بدید؟ وقتی از اونجا شروع بکنید، بینش شما نسبت به بیرون از خونه عوض میشه. وقتی یکی سگ دستش شکسته، از صمیم قلبت میگی آه. چون بینش شما این شکلی هست، تفکر شما این شکلی هست، چون این شکلی داری زندگی میکنی. به همین دلیله که اون موقع است که شما سامری نیکوی خواهی بود که در هر جا که قرار بگیری میدرخشی و نام مسیح رو جلال میدی. سامری هیچ کس نیست جز عیسی مسیح. عیسی خالق همه چیز از عدم و نیستیه. با هم بگیم عیسی خالق همه چیز از عدم و نیستی است. یعنی چی؟ یعنی او همه چیز رو خلق کرده. از لحاظ فلسفی دنیا به 2 قسمه، یا واجب الوجوده یا ممکن الوجوده. یعنی چی؟ اسمش عجیب غریبه، ولی ممکن الوجود یعنی این ظرف میتونست اینجا باشه، میتونست نباشه. فراز میتونه اینجا باشه، میتونه وجود نداشته باشه. همه اینا امکانش هست. ولی چیزی وجود دارد که نمیتونه وجود نداشته باشه که به اون میگن واجب الوجود. وقتی خدا خودشو به موسی معرفی میکنه، میگه تو کی هستی؟ میگه من هستم آنکه هستم. لحاظ فلسفی یعنی
آن که وجودش بر خودش واجبه و نمیتونه وجود نداشته باشه و همون کسی است که ابتداست و همونی که هست که هست، همونیه که خواهد آمد و هرگز پایانی براش نخواهد بود. هستم آن که هستم، خدایی که واجب الوجوده. وقتی در مورد ذات خدا صحبت میکنیم، یعنی خدایی که به هیچ چیز احتیاج نداره، حتی پرستش‌های ما. کلام خدا میگه همه چیز به واسطه کلام او خلق شد. لوگوس یعنی بالاترین میزان فلسفه، شناخت فلسفی شما از یک چیز یا شی یا روح رو بهش میگن لوگوس. یعنی اینکه این میز بدونید از کجا آمده، چی شده به این میز تبدیل شده. دانه بوده، دانه رو تعریف کن. کاشته شده کجا؟ در خاک. خاک رو تعریف کن. نور آمد، باغبان آمد تا رشد کرد. بعد تبر رو تعریف کن. تبرزن آمد، فکتوری، کارخونه آمد، دیزاینر آمد. بالاترین میزان شناخته که شما میتونید از یک چیز داشته باشید بهش میگن یکی از تفاید، یکی از فلسفه های تفکراتی که نسبت به فلسفه یونان هست بهش میگن لوگوس. یوحنا میگه و کلمه لوگوس انسان خاکی شد و در یومیان ما مسکن گزید. یعنی بالاترین میزان شناختی که میتونیم از خدای واجب الوجود داشته باشیم انسان خاکی شده و با ما در رابطه قرار گرفته. بالاترین میزانی که میشناسیم. آیه 18 یوحنا میگه هیچ کس، همه بگیم هیچ کس، هرگز خدا رو ندیده است، اما آن خدای یگانه که در بر پدر است همان او را به ما شناسانید. یعنی بالاترین میزان شناخت فلسفی که خدا میتونید داشته باشید انسان خاکی شده و هر چقدر که میخواد بالاترین شناختی که میخواد خدا داشته باشی باید عیسی رو باهاش ملاقات کنی، بشناسی تا بالاترین میزان شناخت از خدا داشته باشی. عیسی مسیح شخص خداست. عیسی مسیح قسمتی از خدا نیست، پارتی از خدا نیست. عیسی شخص خداست. خدایی که انسان خاکی شد، نه انسانی که خداش کرده باشیم. او انسان خاکی شد و کریسمس یادآور این پیامه برای ما. عیسی انسان خاکی شد، آسمان ها را خم کرد، مایل شد، او ایستاد و کنار زخمای ما ایستاد. کسی که واجب الوجوده برای من و تو ایستاد. او از کنار ما رد نشد. او نگران این نبود که چه بهایی رو باید پرداخت کنه، اما او ایستاد برای ما، صبر کرد و کنار او وایستاد، خم شد، زانو زد و او رو در آغوش گرفت و زخمای او روغن و شراب مالید. او رو به کاروانسرای خودش برد، به کلیسا. به نکته جالب اینه، او نه تنها نگران نبود که او مرده باشه که نجس بشه، شبم کنارش خوابید، در مسافرخانه ماند، او رو تیمار کرد، مراقبت کرد. ادونت بود. و نجاتش داد. تو انگلیس این شکلی، اینجا نمیدونم. وقتی که مثل سیبیل بود میده همه هم دارن نگاه میکنم. میتونم به دستمال داشته باشم؟ مرسی خواهر کنم. دیشب داشتیم میرفتیم با آرش عزیز تو مه، یه خانمی دوی جلوی ما شد. یک بار اتفاق میفته، حادثه اتفاق میفته. نمیدونم برای شما اتفاق افتاده، یکی رو زمین افتاده باشه. تو انگلیس این شکلیه، شما نمیتونید برای اون شخص صبر کنید، بعد خودتون رو برسونید به اولین جا، استیشن، چی میگید؟ ایسکا، و بعد زنگ بزنید به پلیس هر چی اتفاق اونجا افتاده. چون در غیر این صورت پلیس میگه تو هم دست داشتی در این کار. اگه اون شخص بمیره شما پاسخگو هستی، نه؟ وقتی که سامری نیکو اونو با خودش زخمی میبره اونجا، ممکن بود متهم بشه به اینکه تمام کارا رو خودش باش کرده. عیسی نگران سوء تفاهم های مردم نیست. مردم چی فکر میکنن در من، در مورد من؟ I don't care که مردم چی فکر میکنن در مورد من. همین الان من این بالا وایسادم، هر کدوم از شما یه چیز در مورد من فکر میکنید.
ما کفشاش چرا امروز مثلا اینجوری پوشیده؟ چرا شلوارش انقدر چسبونه؟ بعد فراش شکمی در آورده. اینا رو هر خودم میدونم. دارم روش کار میکنم به فیض خدا تو احیا میره. نذارید چیز افکار و دیدگاه دیگران شما رو از برنامه که خدا براتون داره عقب بندازه. بزرگترین چیزی که مشکل هست 90% تجربه خدمتی خودم رو میگم، فشارها و بیخوابی هایی که داشتم این بود که اثر حرف مردم، نگاه مردم شب تو تخت خواب منو میسوزند. چرا اینجوری فکر کرد؟ تمام زندگیم دارم اینجوری خدمت میکنم بعد اون نسبت به من اینطوری فکر بکنه؟ میدونید من اینجور مواقع چی کار میکنم؟ یه روزی عزیزی گفت برده فراس خواهش میکنم در مورد من اینجوری فکر نکنی. گفتم من اصلا در مورد تو فکر نمی کنم. چیزی که لازم هست فکر کنم فکر میکنم. بیشتر از اون سهم بچه‌مو به تو نخواهم داد. خانه من باید پاکیزه باشه. مرد سالم در خانه سالم خواهد بود. خانه سالم به مرد سالم احتیاج داره. عزیزان پولاتون رو جمع کنید برای شبانانتون هالیدی بوک کنید. من جدی به مردان کلیساتون گفتم. بزرگترین چیزی که شبان من دریک سمیت به من میگه، باور کنید تا حالا یه بار نشدید ماجی کیس شبانی حرف بزنیم. هالیدی بوک کردی؟ باور میکنید من سال پیش از احیا رفتم هالیدی، تمام هیئت رهبری دست دادم 5 دقیقه. این رفت. من رفته بودم گفتم کی برمیگردم. نمیتونستم بمونم. مثلا عادت نداریم ما به این چیزا. این پسره بود تو شهر بازی چودش کردم بالا رفته بود بالا. ما عادت نداریم. نریدید اونو؟ اینا اصلا با کش میگیرم میکشم پرچو میکنم تو آسمون. این فیلم گرفته بود ازش پسر ایرانی بود داد میزد میگو ما عادت نداریم. ما ایرانی ها نمیتونیم اینا رو هندل کنیم. عادت نداریم ولی برای این زن و مرد اتفاقا خوشحال باشید. تو ما کلیسا جدید داریم میسازیم، ساختمونش خیلی بزرگه، خیلی کار هست. دیدم دریک خیلی شیک و ترتمیز با لباسای خوشگلش وایساده بود. بعد یکی از اعضای کلیسا که واقعا دیگه فسیل شده بود، خیلی سنش زیاد بود، اون داشت اونجا داشت جارو میزد. بعد یکی دیگه هم تمام سوراخ بینیش گرد و همه داغون و همه سفید بود. بعد داشت یکی دیگه هم سر میز داشت غذاشو میخورد. دریک هم حالا با اون کلاه ایمنی وایستاده کنار من، من و دریک هم وایستادیم. اولا اینا یه جوری من نگاه میکردن که ما کلیسا داریم زحمت میکشیم، اینا تو آفیسشون نشستن. بعد میفهمیدم اینا. با خودم گفتم دریک نمیفهمه. بعد دریک گفتش که بعد همینجوری وایستاده بود. گفت هفته دیگه دارم میرم هالیدی. اون داشت جارو میزد وایستاد. اون یکی گفت خیلی خب تو برو بیا بعد من میرم. گفت نه وقتی برگشتم دوباره یه هالیدی دیگه بود کردم. باور میکنید؟ تو اوج کارهای ساختمانی کلیسا دریک یه هفته رفت نمیدونم مکزیک با دلفینا عکس گرفت، با خانمش تو استخ همدیگه رو بوس میکردن، دلفینا هم اونا رو بوس میکردن. چون دریک و جورجینا اجازه نمیدن مردم کنترلشون کنن. پاشو دراز کرد جلوی من نشسته بود. دراز کنه. چقدر این چیزا ما رو اسیر کرده. شورا امروز بعد فراز پستش میکرد. پستش بود خیلی. مثلا سرود نمیخوند. این مگه نبود تو تایفا ورشیب میخوند. بابا سرود های برای من تازه است، من نمیتونستم اینا رو یاد نی بلد نبودم، داشتم یاد میگرفتم. سری مردم در مورد ما حکم صادر میکنه. حتی میدونم شما در مورد من اینجوری فکر نمیکنید. این نمونه است. کارتون رو بکنید. عیسی خم شد برای ما ایستاد، زخمای ما رو روغن مالید. روغن و شراب نمادی و سمبولی از روح القدس. عزیزان ما دیروز در مورد روح القدس شب صحبت کردیم. هیچ چیزی به اندازه روح القدس امروز برای ما حیاتی نیست. عیسی عیسی میکنیم بدون روح القدس
عیسی هم در کار نیست. چون عیسی اینکه گفت هر روزه تا انقضاء عالم با شما هستم، الان از لحاظ الهیاتی کجاست؟ به دست راست خدای پدر نشسته. مرسی کلال جان. عیسی از طریق روح القدس در درون ماست. روح القدسه که شما رو هدایت میکنه. بینش قلب روح القدس برای این زخمهای روی زمین داره میتپه. اما فکرهای زیادی هست که هنوز من درگیرش هستم و نمیتونم به خاطر این وایستم. حتما نفر بعدی کمکی بهش خواهد کرد. من صبح از خواب بلند شدم، صدای خدا رو واضح شنیدم. نمیدونستم تظاهراته. گفت ویدیوی پر کن. به آفیس که رسیده برام درارا گفتم، گفتم درارا خداوند به من نشون داده که من باید این قدم رو بردارم. درارا گفت همین امروز تظاهراته. گفتم that's it. من خبر نداشتم. الان همه شاهنشاهی خواه همه دارن من تگ میکنن میفرستن بابا بلم کنید. پوینت من چیز دیگه است. به عنوان شخص مسیحی نگران نباشید پرچم شیر و خورشید دم بدن دستتون. تحقیق کنید ببینید که تفکر شما برای آینده کشورتون چه میتواند باشد. به آقای محمد رضا شاه هم رأی بدید. نترسید، ما همه با هستیم. و بعد اینجا هنوز تو کشور انگلیس شما بری مطالعه کنی، بعد به شما میگه رأی بده. برای شما نمیاد کسی که پاس دارید، پاسپورت دارید، برید اینجا بعد تو رأی گیری شرکت کنید. شما به عنوان مسیحی رأی نمیدید؟ نه میدید دیگه. بس بتونیم ابرازش بکنیم. آمین. و نه تنها خم شد، او خار شد. کسی که آسمانا رو آفریده خار شد، انسان شد، خم شد. او خجالت نمیکشه. عزیزان، کریسمس برای ما یادآوره در آغوش کشیدن جهان مادی توسط شخص خداست. کریسمس درخت کریسمس نیست. توی انگلیسی کاملا گم شده این پیغام، کاملا محو شده. کارت میخرن، نمیدونم درختای کریسمس خوشگل، کریسمس مارکت، نمیدونم شراب داغ، همه اینا اونجا هم هست. خیلی خوبه، برید شراب داغ هم بخورید، عیسی ناراحت نمیشه. ولی پیغام کریسمس چیه برای ما؟ پیغام کریسمس برای ما چیه؟ آقا شراب داغ نخورید لطفا. مرسی برای توضیحتون. او اومد تا ما رو چیکار بکنه؟ نجات بده. خون مسیح میتونه همه چیز رو عوض کنه، قلب ما رو عوض کنه. نجات فقط این نیست که من نجات یافتم. نجات برای ما مسیحی ها سه مرحله داره. اون نجاتی بود که در گذشته ایمان آوردیم، نجاتی که الان در تقدس پیشونده داریم پیش میریم، و نجاتی که در آسمان جلال خواهیم یافت. عزیزان، به عنوان یک نجات یافته شما در جلال مسیح شریک هستید. شما در جلال عیسی مسیح شریک هستید. عیسی میخواد جلالش بده به من. تو چرا ناراحتی؟ تو نمیگه فقط درک کنیم که در جلال عیسی شریکیم. زمانی که یوحنا عیسی رو در مکاشفه میبینه خیلی جالبه، میگه برگشت چه صحنه ای دید؟ موهاش مثل پشم سفید، چشما شعله آتش، زبان شمشیر دودم. من بودم در رفته بودم. و این اون چهره جلال یافته ای که یوحنا داره در مکاشفه بیان میکنه. و کسی که روح رو داره بعد از اون الهام بگیره، اینسپریشن بگیره که مفاهیم کتاب مقدسی اون چیه. درسته؟ سوال اینه، وقتی ما رفتیم آسمان ما چه شکلی خواهیم بود؟ چه شکلی خواهیم بود؟ به شما دارم میگم تشخیص دادن چهره ما با عیسی زیاد تفاوت نخواهد داشت در آسمان. عیسی جلال خودشو میخواد به ما بده، جلال خودشو میخواد به ما بده. برای همین پولس میگه سختی های در زمان حاضر در قیاس با جلالی که به آن خواهیم رسید هیچه. خدا همچین برکتی برای ما داره. بپذیریم و زندگی خودمون رو وقف کنیم و همسایه خویشتن رو محبت کنیم. چون اگه اون آسمان رو ترک کرد، رها کرد،
ما آماده باشیم که خیلی چیزا رو ترک کنیم، چیزا که بهش چسبیدیم. بنز ام جی خودم بچسبم، زندگی خودم بچسبم، آرامش خودم رو بچسبم. مادرم هم دختر یکی دیگه است، براش تنها یکی دیگه. به من چه الان من احتیاج دارم مامانم باید انجام بده. چقدر مامانای ما مظلومن، هیچ وقت لباس برای خودشون نخریدن، همیشه برای ما خریدن. بعضی دخترای مظلوم هم داشتیم که همیشه لباسای مامانه رو میپوشیدن، مامانه بس خوش میخرید. من این دیده بودم دختره، دیدم لباسه شعبانه رو تا اینجا کشیده بالا. گفتم خواهرم مود این جدیده. گفت نه با مانه مامانه رو بنداده. از این هم بوده. بعد باش صحبت کردم، گفت مامانم یه بارم برای من خرید نکرده، همیشه اول برای خودش می‌خرید. بعد اونا که من مثلا بزرگتر می‌شدم میگم حالا بیا اینا مثلا شب مهمونی اینی که کت منو بپوش. میگه کتایی که من می‌پوشتم تو مهمونی همه نگین دوزیه مثلا. ای خدا. آخرین مورد زا خدمت کرد اون بارو خدمت کرد. حالا رخصر اینجوری اومدم یاد این افتادم، یکی از مسائلی که ما دردهای که تو جامعه همون داریم، اینقدر مجلس زنونه و مردونه رو جدا کردن، رخصای مردای ما همین زناست. با من کنی تأثیرش اینه، یه دوره بود مردای چی میرخصیدن، بعد که پیشرفت کردن دستا اومد بالا. الان بیچاره ها دختر نداشتن تو مهمونی هاشون، مجبور بودن نقش دختران رو ایفا کنن. اول با خنده شروع شد، بعد الان همه مردمون جوری میرقصن که از وی باور کنید. برادران لطفاً روی رقصاتون یه خورده فکر کنید. یک دوره شما به زن ناصرالدین شاه میخندید، اونا اگه الان رقصای شما رو میدیدن به شما کلی میخندیدن. اما باید مامان هستید؟ جدن بگم رقصای جوانای ما چی شده؟ خدمت کرد. او با مرگ خودش نه تنها برداشت، بلکه ما رو خدمت کرد. عیسی اومد تا خادم همه باشه، همدیگر خدمت کنیم، نه یه عده افرادی رو جدا کنیم. من اینا رو فقط خدمت میکنم. من خوانده شدم عزیزان، من خوانده شدم همه رو خدمت بکنم. شما خوانده شدید همه رو خدمت بکنید، نه فقط کلیسای آلفا اومگا. برید پخشید، الان برمن هستید، اینا خدمای بزرگیه. برید، من توی کشور آلمان خیلی نیاز داره. بریم و سیر پناهندگانی که اینجاست. ما از ایران اومده بودیم گریه میکردیم که خداوندا بر ما خائنین ترحم فرما، ما بعد وای میسادیم کشته میشدیم. این الهیاتی بود که ما تزریق شد، هر کی ایران رو ترک کنه خیانت کرده. بعد اومدم اینجا، خدا چشای منو باز کرد، یه رویا داد که مردم دارن سوار قایقن، دسته دسته دارن از دریا میان به سمت یوکی. گفت تو ایران اینجا خدمت میکنی. بعد چشام باز شد، غرب احتیاج داره عزیزان، غرب احتیاج داره و ما باید آماده بشیم، تجهیز بشیم، بتونیم همدیگر رو خدمت بکنیم. قوم ترکیه، کرد شمالی، هر چی هست. یه عکسی از من دیروز گرفتن، گشتن 4 تا انزلیچی. چه اشکالی داره؟ من مامانم شمالیه، تو جان قربان همینم بلدم. من اگه انزلیچی میدونم، من انزلیچیم. بابام ترکیه اردبیله، سنه قربان همین جمله رو بلدم. الله هزار ماسون هم تنگش. اگه ترکم آمادم. خواهد ترکیه یعنی این که خیلی ممنون، دستت درد نکنه. خدا آمین. و در نهایت اینو بخوام به شما بگم، عیسی مسئولیت بر عهده گرفت، نگران نبود که محکومش بکنن. در باغ جتسیمانی، برادر گلم یه منو کمک بکنی، در باغ جتسیمانی عیسی در باغ جتسیمانی دعا میکرد و عرق او مثل خون میچکید.
اونجا بود که دعا کرد پدر این جام رو از پیش روی من بردار، اما نه به خواست من بلکه به خواست. پس در مورد دو شخص داره صحبت میشه، پدر پسر نیست، پسر پدر. عیسی به عنوان شخص دوم تثلیث انسان کامل شده و خدای کامل. عیسی میتونست از اون باغ فرار کنه بره، میدونستید؟ عیسی میتونست از اون باغ فرار کنه. 1000 سال قبل دقیقا در همون مکانی که عیسی داره دعا میکنه، داوود از دست ابشالوم فرار میکرد. میتونست از کوه زیتون بالا بره و از اون سمت به سمت رود اردن از راه بیت انیا فرار کنه و به اورشلیم بگریزه. 1000 سال پیش داوود از دست پسرش ابشالوم از همینجا فرار کرد، اما عیسی اونجا ایستاد. دشمن خیلی زیاده، حملات خیلی زیاده. چندی بار منو تهدید به مرگ کردن و مسائل امنیتی زیاد. عیسی تنها ایستاد. میخوام بهت بگم به عنوان مرد و زن خدا، زمانهای خواهد رسید که تنها خواهی شد، هیچ کسی برای تو نخواهد موند. کسی نیست که صداشو بشنوی. تو هستی آسمان. اگر از قبل خودتون رو تقویت نکنید، اگر این روزهایی که در آسایش و آرامش هستید با حضور روح القدس خودتون رو سرگرم نکنید، وقتی مرده هایی که جلوتون، مرده نماهایی که جلوی شما هستن، شاید دیدن این تصاویر دیگه برامون عادی بشه، از فیسبوک، از جاهای مختلف، از کلیسای خودمون، به من چه این کلیسا، اون کلیسا، به من چه. شما نمیتونید خواندگی رو که دارید که امروز به عنوان افراد مسیح رو زخمای مردم مرهم بگذارید. امروز میخوام دعا کنیم با هم.